بینندگان عزیز به شما سلام میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من داریوش گلباقی هستم و با یک برنامه از سری برنامه های دوستانه فصل دوم در خدمت شما هستیم. موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم موضوع شادی و خوشحالی هست. کتاب مقدس شادی رو یکی از میوه های روح معرفی میکنه، یکی از ثمرات روح. به طور مثال پولس رسول در رساله به غلاطیان فصل 5 آیه 22 ثمرات مختلفی رو نام میبره و یکی از اونها خوشی هست، شادی هست. البته در مورد چیزهای دیگه هم صحبت میکنه، در مورد محبت و بردباری و فروتنی و مهربانی هم صحبت میکنه، ولی موضوع برنامه امروز ما در رابطه با شادی هست. یکی از کلماتی که توی زبانهای مختلف، ترجمان مختلف و همینطور کاربردهای متفاوتی داره. ولی سوال برنامه ما این هست که شادی چیه و تفاوت اون با خوشحالی چی هست؟ وقتی کتاب مقدس از شادی صحبت میکنه، آیا داره در مورد کلمه خوشحالی حرف میزنه؟ من اگه بخوام از تجربیات خودم برای شما بگم، خوشحالی رو میتونم یک لذت تعریف بکنم. خوشحالی رو میتونم لذت بردن از یک شخصی یا چیزی یا موقعیتی یا اتفاقی تعریف بکنم. بیشتر یک حسه، یک حسی که در یک لحظه به آدم دست میده. بذار یه مثال بزنم، بعد از بچه های عزیز میپرسم و عزیزانمون صحبت میکنیم. شما تصور بکنید که یک جای کار میکنید، حقوق ماهانتون رو سر ماه میگیرید و معمولا وقتی آدم حقوق میگیره خوشحاله دیگه، خوشحالی میکنه میتونه کاراش رو انجام بده. مثلا فکرش کنید عید اومده، نزدیک عید شده، برای شما رفتین بانک و میبینید 3-4 برابر حقوق ماهانه شما به حساب شما واریز شده. شاد میشین. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که انتظارشو داشتین، اون چیزی که استحقاقشو داشتین، لیاقتشو داشتین، از اون بیشتر دریافت کردین. من امروز این افتخار دارم که همراه بچهای عزیز، جوانای گل خانه امن، با شما بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. سلام میکنم به همگی. اگر من بخوام که نظر خودمو بگم، میگم که خوشحالی میشه گفت یه حسی هست که خارجیه و عوامل اطراف میتونه روش تاثیر بذاره. مثلا اینکه من میتونم با گرفتن یه هدیه از یه نفر خیلی خوشحال بشم در اون لحظه، ولی یه لحظه بعدش یه سری اتفاق بیفته که من دوباره ناراحت بشم. ولی شادی همونجور که عموداریش گفتم و توی رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 میگه یک ثمره روح هست، یه حسی هست که از درون ما میاد. به این معنا که مهم نیست که اطراف ما چه اتفاقهایی بیفته، چه طوفان‌ها و سختی‌هایی باشه، ما در درون خودمون این شادی رو که در اثر همنشینی و همراهی با روح القدس به دست اومده رو داریم و اون پیروزی که در پس این مشکلات هست رو می‌بینیم و این باعث میشه که ما توی اون لحظه به غم‌ها پیروز بشیم و در شادی خودمون و در شادی روح القدس زندگی کنیم. چیزهایی که توی این دنیا در لحظه ما رو خوشحال میکنه و چیزهایی که به واسطه این دنیا میخواد یک پیروزی شد، پیروز شدن در یک مسابقه و در یک امتحانی و یا یک چیزی باشه، ما میتونیم اسم اون رو بذاریم خوشحالی. ولی چیزی که خداوند به ما داده، وقتی ما از روح پر میشیم در درون خداوند، اون رو میتونیم بگیم شادی. وقتی ما کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، رسولان رو وقتی میبینیم، مخصوصا وقتی اشتفان رو میبینیم، میبینیم که این میرفت و مجازاتش میکردن و بهش میگفتن که کلام خداوند رو تو دیگه نیا موعظه بکن، و با وجود تمام تهدیدها ولی با شادی میومد باز برای دیگران کلام خداوند رو توی اوج سختی، توی اوج این که داشتن اون رو مجازات میکردن و میدونست که زندگیش داره میره، و حتی زمانی که اون رو سنگسار میکردن باز هم این حس شادی در درونش بود. پس بخوایم بگیم که زمانی که خداوند ما رو پر میکنه از روح خودش، فرق نمیکنه که توی چه شرایطی میخوایم قرار داشته باشیم، زندگیمون پر از سختی و مشکلات باشه و دورمون پر از سختی و گرفتاری گرفته باشه، میخوایم بگیم که توی اون لحظه شاد هستیم و شاد میمونیم. حالا آرمین جان به اشتفان اشاره کردم، من میخوام از پولس صحبت کنم که نویسنده همین رساله هست و نه تنها توی این رساله بلکه توی رسالات دیگرش پولس بارها به شادی اشاره میکنه و از ایمانداران میخواد که شاد باشن. اما میبینیم که در این حال زندگی پولس اصلا زندگی راحتی نبوده و اون سختی های مختلفی رو از سر گذرونده. این پارادوکسی که بین زندگی سخت پولس و اون شادی که ازش صحبت میکنه وجود
داره، به این دلیل که شادی خداوند یک شادی متفاوته، شادیه که دنیا نمیتونه به ما بده و سختی ها، مشکلات و شرایط نمیتونن اون رو تغییر بدن، بلکه با وجود همون شرایط سخت، با وجود اون طوفان ها و پا بر جا میمونه و ایماندار میتونه از وجود داشتن یک همچین هدیه لذت ببره. عزیزان اگه خاطرتون باشه اول برنامه گفتم که اون چیزی که ما لیاقتش رو نداریم وقتی به دست میاریم مایه شادی ما میشه، ریشه شادی خواهد بود از زندگیمون. اجازه بدید یه مثال کتاب مقدسی بزنم. وقتی در انجیل لوقا، اوایل انجیل لوقا رو وقتی که باز میکنیم، کتاب مقدس اینطور میگه، میگه فرشته ظاهر میشه و خبر مسرت بخش و شادی بخشی رو در میون میذاره و اون خبر، خبر تولد عیسی مسیح هست. اینطور میگه، میگه خداوند به شما فرزندی رو هدیه میده که او مایه شادی قوم خواهد شد. آمدن عیسی سبب و علت خوشحالی ماست. عیسی با خودش شادی رو میاره. در اواسط انجیل لوقا یک اتفاقی میفته، یک مثال خیلی خیلی زیبا هست، اون مثال پسر گم شده. میگه وقتی یه پسر گم شده بازگشت و برگشت به خانه پدر، شادی عظیمی در قلب پدر و تمام اون خانواده بود و جشن گرفتن. توبه و بازگشت و نجات ما باعث شادی و مسرت میشه. در انتهای انجیل لوقا همینطور بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح، بعد از اینکه جلوی چشم شاگردان مسیح صعود میکنه به آسمان، میگه شاگردان با شادی به اورشلیم بازگشتن. انگار زندگی مسیحی ما درباره این نیست که کاری رو انجام بدیم تا خوشحال باشیم. همه شادی ما، شادی درونی ما، درباره عیسی و انجیل اوست، خبر خوش اوست، آن چیزی که خدا برای ما انجام داد و ما حتی لیاقتش رو نداشتیم. اون زمان که لیاقتش رو نداشتیم، خدا برای ما و به جای ما انجام داد. من دعا میکنم شادی قلب من و شما از آمدن عیسی باشه، شادی واقعی و حقیقی قلب من و شما که تا ابد از بین نخواهد رفت از شنیدن خبر خوش نجات عیسی مسیح باشه. خیلی عزیز، این دوستتون داریم و تا یک برنامه دیگه از سری برنامه دوستانه شما رو به خدا میسپاریم.